گشت و گذاری در سرزمین عجایب. سه رویداد اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی در فاصله 10 روز ایران را تکان داد. رویدادهایی که پیامهایی آکنده از تحقیر، درد و محنت و دروغ داشتند. آنها را در 3 اپیزود به تصویر می کشیم. اپیزود اول، تحقیر. دولت تدبیر و امید روحانی در پی مصوبه اش مبنی بر کمک به خانوارهای کم درآمد ناگهان پخش و توزیع صدقاتی شامل چند کیلو برنج، روغن و مرغ و تخم مرغ را به نام سبد کالا برای شهروندانی که زیر 500 هزار تومان درآمد ماهیانه دارند به اجرا گذاشت. سیل مردم در سراسر ایران جهت دریافت این هدیه دولتی صحنه‌های زشت و شرم‌آوری را رقم زد که موجی از اعتراض و خشم نه فقط مخالفین و منتقدین نظام، که حتی خودی‌ها را نیز برانگیخت. سوای نحوه توزیع تحقیرگرانه این پروژه که نشانگر نگاه سخیف دولت مردان جمهوری اسلامی به پدیده فقر و راهکارهای توصیه شده در اسلام برای مقابله با آن بود، صفهای طویل خیل گرسنگان برای ستاندن دانه‌ای مرغ و گرمی برنج زیر سایه برج‌های سر به فلک کشیده و کاخ‌های مجلل تازه به دوران رسیدگان، آقازاده‌ها، سرمایه‌داران، بازاریان و راندخاران خود چهره زشت و خشن جامعه طبقاتی را عریان به تصویر کشاند. همگان دیدند کسانی را که هویتشان را آمار و ارقام بیان می کرد و در انبوه اعداد گم بودند. چشم جامعه سیل فقرا و پابرهنگان را به عین دید. به راستی که جمهوری اسلامی پدیده‌ای به نام غارت را به تمام معنا تعریف کرده است. استثمار مردم زحمتکش در کارخانه ها و کارگاه ها با پرداخت ناچیز 500 هزار تومان حقوق ماهیانه از طرفی و غارت میلیاردها دلار درآمدهای نفتی و غیر نفتی از سوی دیگر، شکاف جامعه را هرچه بیشتر گسترده می نماید. بانگاه که تعداد همین پابرهنگان بعدی 20 میلیونی به خود می گیرد، از نگاه عقب مانده سنتی راه کمک به مستمندان را برگرفته از احادیث، پخش نظری و صدقه برای دفع شر و بلا و جهت ثواب می‌بیند. گدا شده، ملت شدن گدا، باید برن در خونه دولت بزنن یه چیزی بهشون بده. این اصلا زشته برای یه همچین توده های زحمتکش جامعه، اما در خلال مصاحبه ها و پرسش ها نشان دارند که صدها گام از وزیر و وکیل و صاحب کار جلوترند. آنگاه که میگویند ریشه کن سازی فقر و تنگ دستی نه در پخش صدقه و سبد کالا، که برچیدن بساط بیکاری از طریق اشتغال زایی و تقسیم عادلانه ثروت و پیریزی زیر ساخت جامعه میسر است. آنها خود می‌دانند که انجام این مهم نه در قاموس جمهوری اسلامی، که تنها و تنها در حاکمیت خودشان میسر است. اپیزود دوم، درد و محنت. نقل است از عوام که به طنز میگویند که از زمان به قدرت رسیدن اینها تمام بلاهای آسمانی هم بر سر ما نازل شد. 2 هفته قبل شدت بارش برف و وقوع کولاک و سرما در سراسر ایران که به قولی در 50 سال اخیر بی سابقه بود، حیات اقتصادی و اجتماعی را ظرف چند روز فلج ساخت. خبرها از بسته شدن راه‌ها، تعطیلی مدارس و محاصره بسیاری از روستاییان در میان انبوهی از برف می‌داد که متعاقب آن چندین نفر جان خود را از دست دادند
و چند کارتون خواب نیز در تهران یخ زدند. به هم خوردن تغییرات جوی و هجوم جبهه هوای سرد در هر کجای این کره خاکی رخ می دهد. منتها روش برخورد و مقابله دولت‌ها با آن و به کارگیری تدابیر نجات دهی و کمک رسانی نیز سیمای یک کشور پیشرفته و عقب مانده را از هم تمیز می دهد. کافی است زلزله‌های رخ داده در ژاپن را با ایران مقایسه کرد و نوع کمک رسانی جمهوری اسلامی را در طبس و نائین و کرمان و آذربایجان دید. بافت شهری کرمان پس از گذشت 10 سال از زلزله هنوز به حالت سابق در نیامده است و مردم هنوز بخشن در سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند. اصلا کرمان را بگذارین. شهرهای جنوب ایران و به طور نمونه اهواز، مرکز نفت، این شریان اصلی اقتصاد ایران، کماکان جراحات ناشی از جنگ و آثار و عواقب آن را پس از 35 سال با خود به یدک می کشد. اخبار فلج شدن جامعه در پی بارش اخیر برف در ایران، در کنار خشک شدن آب دریاچه ارومیه و رود کارون و زاینده رود و اضافه بر آن آلودگی غیر قابل تحمل هوا در برخی از شهرهای ایران، به همان طنز عوام جان می بخشد. آری، دستاورد حکومت الله بر روی زمین مگر غیر از این هم قابل تصور است؟ نمایندگان حکومت الله، مدیران و مدبران حکومت الله که در بی تدبیری و نالایقی و ارتشاء و دزدی معرف حضور همگانند. اپیزود سوم، دروغ. تراژدی به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در 35 سال پیش و یادآوری این نابهنگام تاریخ ایران برای خیلی وسیعی از مردم، اعم از کارگران، دانشجویان و روشنفکران، یادآور خاطره‌ای تلخ می باشد. پدران و مادرانی که 35 سال پیش و با امید تحقق اندیشه‌های مترقی و آزادی خواهانه و برابری طلبانه به خیابان‌ها ریختند و بساط دیکتاتوری شاه را به هم زدند تا دنیایی نو را پیریزی کنند، اکنون در جهنم فقر و رنج و تباهی حاکمان جمهوری اسلامی در پی اثبات این فریب تاریخی به فرزندان خود می باشند. نه، ما این را نمی خواستیم. اینها به ما دروغ گفتند و ما را فریب دادند و اینک آنچه می خواهیم نمی بینیم و آنچه می بینیم نمی خواهیم. اسناد و مدارک کافی است. تنها مراجعه به روزنامه ها و مصاحبه های دوران قیام 22 بهمن 57 و به ویژه سخنرانی های پیر مکار جماران در اینکه شما را صاحب خانه می کنیم، برق را مجانی می کنیم، آزادی را برای همه برقرار می کنیم، حتی کمونیست ها نیز در ایران فردا آزادند و بسیاری دیگر، از فردای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی به آرامی دود شد و به هوا رفت، تا جایی که امروز حتی آنان که سالهای 60 و بگیر و ببند و کشتار مخالفان نظام، بستن دانشگاه‌ها و جنگ، این عطیه الهی به زعم خودشان را دوران طلایی امام مینامیدند، اکنون خود در حصر خانگی به سر می‌برند. واقعیت آن است مردم آنچرا که میبینند نمیخواهند. مردم این نظام را نمیخواهند. مردم رفاه، آزادی و برابری میخواهند. اما رسیدن به آن کاریست کارستان و مبارزه آحاد کارگران، زحمتکشان و روشنفکران مترقی را میطلبد. بازبینی گذشته، جبران خطاهای آن
و طرد تمامی نیروهای سازشکار و فرصت طلب چراغ راه آینده آنان خواهد بود.